Herkese merhabalar, selam به همه، امیدوارم حال همگیتون خوب باشه. خوش اومدید به جلسه 33 از آموزش کتاب استانبول A2. در قسمت B 4 اونیته هستیم. جلسه پیش گرامر این درس رو با همدیگه یاد گرفتیم. الان هم وارد کتاب میشیم. اول زمان ایچینده، یعنی روزی و روزگاری که قبلا توضیح داده شده به نظر من. اگر هم توضیح ندادیم خب الان گفتیم دیگه. اول زمان چینده برای یه حالت داستانی داره. وقتی که شما میخواین یک داستانی رو تعریف بکنید در ترکی، از این عبارت اول زمان چینده استفاده میفرمایید. خب بریم پس مسالار و افسانه‌لر داریم، یعنی داستان‌ها و افسانه ها. این گرامر کپکرمزه کسکوجامان رو خوندیم. گفتیم که در ترکی شما صفات رو بخواین تشدید کنید، یعنی مثلا بگین که خیلی قرمز یا قرمز قرمز، یه حالت خاصی در ترکی گفته میشه که خب گفتیم اینا رو باید حفظ بکنید، کپکرمزه کسکوجامان و امثال هم. بعد کز جاوز داریم. کز جز این پسوندش توی قسمت دیل بیلگیسی درس 4 نبود. من اینجا به شما میگم پسوند جیز و جز یه پسوند های ترحم هستن، ترحمی هن. یعنی چی؟ یعنی مثلا میخوایم به یک کسی، به یک چیزی، به یک حیوانی زم دلتون سوخته، مثلا میخواین عبارت تفلکی رو استفاده کنید، از این جیز و جاز استفاده میکنید. مثلا کز جاز یعنی دختر، بیچاره دختره، یا مثلا دختر تفلی یا تفلکی. از این عبارت هایی که توی فارسی توی حالت ترحم ما استفاده میکنیم پسوندش جیز و جازه. یا مثلا آدم یعنی مرد، آدم جز یعنی مردک، مردک که مثلا مرد بیچاره، تفلی مرد، این معنی رو داره. من این جیز جز رو تو کتاب ندیدم، ولی چون اینجا آورده بود خدمتتون گفتم. خب بعد پسوند کوچوجوک رو داریم، جوک رو داریم. گفتیم پسوند های جیک جیک جوک جوک پسوند های تسخیر سازن، کوچیک میکنن. و اگر هم آخر کلمتون یا صفتتون حرف که داشته باشه اونو هم هضم میکنیم. مثال زدیم اوفاجک، یعنی کوچولو کوچولو، کوچیک کوچو، کوچیک کوچک. کوچوچو کم همچنین مثل اونه، چون آخر کوچو که داشت ما جوک که اضافه میکردیم به آخرش اون که کوچوکه میفته و جوک اضافه میشه، خیلی ساده. و از اونجا هم پسوند جا گرفته، اینا همش گرامر بودن ما حساب خوندیم. اوزون هم صفت جا اومده، گفتیم به صفات بیاریم جا و جا اضافه کنیم، معنی نسبتاً میده. اوزون جا یعنی نسبتاً بزرگ، طولانی، دراز. این از این. اما مثال ها جده پرنسسه کپ کرمزه زهیرلی بیر الما ورمش. جاده یعنی جادوگر، پرنسس هم که مشخصه، کپ کرمزه یعنی خیلی قرمز، زهیرلی یعنی سمی، بیر الما ورمش یعنی که سیب داده. کوچوچوک بالئن کرنندا، کرن یعنی شکم، کوچوچوک بالئن کرنندا یعنی در شکم ماهی کوچولو، کسکوجامان بیر تاس بولموش. تاس هم یعنی کاسه، یعنی یک تاس تا کاسه خیلی بزرگی پیدا کرده. مثال بعدی کز جز بابا آنیسینی زیارته گیتمش، یعنی دختره همون جیزه دیگه، ببینید جیز جزه. کز جز دختره بیچاره یا تفلی دختره بابا آنیسینی زیارته گیتمش، یعنی رفته به ملاقات بابا آنش، یعنی پدر مادر پدرش، یعنی مادر بزرگش. اما اورادا کورتلا کارشلاشمش، کورت هم به معنای گرگه. دقت کنید ما یه کورت داریم، کورت میشه کورد،
کرد داریم، یه قوم حالا آذری کرد فارسی اینا، توی ترکیه هم کرد یا کرد دارن، کرد زبان اهل مالا نژاد کرد. پس کرد میشه کرد، کرد میشه گرگ، اینو حواستون باشه. کارشلاشماک یعنی مواجه شدن، کارشلاشماش یعنی مواجه شده. این از این قسمت هزرلک چالشماسه، چیز خاصی نیست، فقط من خدمتتون اسم اینا رو بگم. کرمزه باشلکلی کز یعنی شنل قرمزی، علایالدین همون علایالدینه، علی بابا و 40 حرامیلر، اینو من نمیدونم در واقع چیه. حالا علی بابا و 40 حرامیلر ما نداریم تو فارسی. کل اولان یعنی همون حسن کچل رو داریم ما، ولی ترک ها میگن پسر کچل. پاموک پرنسس هم که ترک ها به سفید برفی میگن، میگن پرنسس در واقع پنبه ای. دنیزجی سیمباد هم که سنباد، حالا سنباد رو داریم دیگه، حالا اینجا دنیزجی میگن یعنی دریا نورد. خب میگه که جادنن کپکرمزی و کجامان سهیرلی الماسی نه یمیش، سهیرلی الماسی نه یمیش یعنی سیب جادویشو خورده. سیب جادویی کی رو؟ سیب جادویی قرمز جادوگر رو. سونرا دیرین بیر اویکویا دالمش، دیرین یعنی عمیق، اویکو یعنی خواب، دالمش یعنی افتاده. دالمک معنی شیجه زدن هم معنی میده، ولی اویکویا دالمک یعنی به خواب رفتن، پس یه خواب عمیقی رفته بعدش. خب مشخصه این فکر کنم پاموک باشه، پاموک پرنسس باشه. کزجز یاشلی بابا انیسینی زیارته گیتمیش و اورادا کجامان بی کورتلا کارشلاشمش، رفته به ملاقات در واقع مادر بزرگش و در اونجا با یک گرگ خیلی بزرگی مواجه شده. اینم کرمزه باشلکلی کز باید باشه. 3 کجامان بیر بالغن کارنندا سیهرلی بیر تاس بولموش، در شکم یک ماهی، ماهی بزرگ، کجامان یعنی بزرگ، سیهرلی بیر تاش بولموش، یک سیهرلی بیر تاس بولموش، پاردون، تاش به معنی سنگه، اینم حالا یاد بگیرین، تاس هم معنی کاسه هست. اینم کل اولان هستش که داستانشو میخونیم پایین. یوکسول بیر آدم جازمش، یوکسول یعنی فقیر، ندار، هرسزلری تاکیب اتمش و اونلری گیزلی هزینسینی بولموش. هزینه هم به معنی گنجه، دزدار رو تعقیب کرده، یه جوری رابین هود بوده و گنجینی اونا رو پیدا کرده. خب علی بابا هست، میکنم این قهرمانه حالا یه جور قهرمان ملی ترکیه هستش، یعنی بومیه، مثل شنل قرمزی و نمیدونم سفید برفی خارجی نیست. گمیله، من پاردون 4 رو نخوندم، سیهرلی لامبا ترتمیز اولموش و لامبانن ایچیندن جین چکمش. خب سیهرلی لامبا یعنی لامپ جادویی، ترتمیز اولموش یعنی خیلی پاک شده، خیلی تمیز شده، و لامبانن ایچیندن جین چکمش و از داخل اون لامپ یه جنی بیرون اومده. شماره 6 گمیسیله پک چوک یر گزمش و ماجرالار یاشامش، گمیسیله یعنی با کشتیش جاهای زیادی رو گشته و ماجراهایی یاشامش، تجربه کرده. خب بریم قسمت اوکوما. کل اولان و سیهرلی تاس، حسن کچل یا حسن نباشه، پسر کچل و کاسه جادویی. خب بیر ورمش بیر یوکموش، این بیر ورمش بیر یوکموش هم به معنی یکی بود یکی نبوده. توی شروع داستان ها شما میتونید از این بیر ورمش بیر یوکموش استفاده کنید. کل اولان ادندا یوکسول بیر چوجوک ورمش، یک پسری به اسم کل اولان بوده، یک پسر فقیری. کل اولانن یاشلیجا بیر آنیسی ورمش، یاشلیجا یعنی نسبتاً پیر دیگه، یاشلی صفت جامده نسبتاً شده منش.
Bir gün kel olan annesinden izin almış. Ecaze gerefte yek ruz ve balık tutmaya gitmiş. Ve bari mahi gereften rafte. Öğle vakti, vakti zor, koskocaman bir balık tutmuş. Koskocaman yine hili bozurg. Yek mahi hili bozurgi gerefte. Bu çok güzel bir balıkmış. İnye mahi hili kaşengi bude. Kel olan balığı temizlemiş. Mahilo temiz kerdi. Ve bu sırada derin heyn balığın karnında bir tas görmüş. Derin heyn der şekeme mahi yek kaseydi de. Kel olan tasa su doldurmuş. Ve tas ve un kaseye abrihte ap ve besa por kerde. Doldurmak yani por kerden. Ve balığı yıkamak istemiş. Ve mahiro haseke beşure. Suyu balığın üzerine dökmüş. Avro ruye mahirihte. Fakat tastan su değil, abne, sapsarı altınlar akmış. Akmak yani cari şoden. Sapsarı hem yani zerde zerd. Becai ab, su yerine, becai ab, telahay heli zerdi cari şoden. Kel olan bu işe çok şaşırmış. Kel olan be inkar, heli tercih kerde. Bu tas galiba sihirli. İn. Kase'e galiba mesle inke sihirliye yani caduye. Hemen anacığıma haber vereyim. Seri be maderem haber bedem. Demiş ve eve koşmuş. Koşmak yani duydum. Be semte hune duydu. Tası annesine göstermiş. Kaser be maderiş nişundade. Sonra tasa defalarca su doldurmuş. Bad be kase'e barha abrihte. Ve bu suyu boşaltmış ve in avru hali kerdi. Böylece çok fazla altını olmuş ve inçek heyli talab edest avurdu. Kel olan bir gün bu altınlarla koskocaman bir saray yapmış. Saray yani kah. Ba in talaha yek kah heyli bozorgi doros kerdi. Ve o günden sonra ve bedi an ruz padişah gibi yaşamış. Mesela padişah zindegi kerdi. Kel olan zengin olduktan sonra çok değişmiş. Değişmek yani evaz şudan. Zengin olduktan sonra yani bada servetmen şudan. Bada servetmen şudan heyli evaz şudan. Kel olanın bu durumu annesini çok üzmüş. Durum yani şarayet ve vaziyet. Vaziyeti kel olan yani in vaziyeti kel olan mader şu heyli narahat kerdi. Annesi oğluna çok nasihat etmiş. Maderiş ve pesariş heyli nasihat kerdi. Fakat kel olan annesinin sözünü dinlememiş. Fakat in kel olan harfi maderişi kuş ne kerdi. Kel olan bir gün daha çok altın için sihirli tasıyla ırmağın kenarına gelmiş. Irmak yani rutkune ve kenara rutkune umedi. Irmaktan defalarca su almış. Az rutkune barha av gerefte ve çok fazla altını olmuş ve heyli talabı dast avurdu. Bu arada derin beyin tas aniden suya düşmüş. Tase un kase'e yehoi be av oftade. Kel olan tası yakalamak istememiş. Pardon istemiş. Kel olan hasteke un tasro un kasero بگیره فقط او دا سویا دشمش فقط اونم به آب افتاده کل اولان زار زور یزمش زار زور یعنی به سختی به سختی شنا کرده و کیه یا چکمش کیه به معنی ساحله کیه یا چکمش به ساحل رفته فقط کیه یا گلمش اما آلتنلار یکمش اما به ساحل اومده آلتنلار یکمش تلاها نبوده Çünkü hırsızlar Keloğlan'ın bütün altınını çalmış. Çünkü dozda hemeyi, telayı Keloğlan'ı dozdiden. Keloğlan çok üzülmüş. Üzülmek yani narahat şöyde. Heyli narahat şöyde. Ben bayat inoy keşidem. Çünkü hem sihirli tas hem de altınlar gitmiş. Hem sihirli tas işrafte. İn geromeri hemo mikhunim. Hala cerasatı verdiğim. Hem
اون کاسه جادویش رفته هم طلاهاش رفته. خب کل اولان آنسینین یانینا دونمیش، یان یعنی کنار، به کنار مادرش برگشته، چوک آلامیش، خیلی گری کرده. آنسی کل اولانا üzülme çünkü o tas aslında senin değildi. Narahat ne baş? Çünkü un tas در واقع مال تو نبود. Sen o tası buldun. Tu un tas ro peyda kerdi. Zaten zenginlik de seni çok değiştirdi. Zenginlik yani servetmend بودن. Servetmend بودن ان تو رو خیلی تغییر داد. Sen o tası çok kolay elde ettin. O tası yani un kase ro خیلی راحت به دست آوردین. و çok şımardın. Şımarmak yani lüs şodan. Ve خیلی lüs şodi. Değerini bilmedin. Kadrışı nedunesti. Belki artık yine eski keloğlan olursun. Şayet keloğlanı kadimi başı ya kabli başı demiş gofte. Keloğlan annesine hak vermiş. Hak vermek yani ki hak dadan ve moderiş hak dadı. Ve bir daha sihirli tasla ilgili hiçbir şey söylememiş. و بار دیگه راجع به سهرلی تاس هیچی نگفته، هیچ بی شی سویلممیش، یعنی هیچی نگفته. خب اینم از این قسمت، تا اینجا کافیه. صفحه 58 رو خوندیم. بعد شما هم میخوام که یه بار دیگه متن رو بخونید، زیر لغات سختش، زیر کلماتی که تو گرامر ما خوندیم خط بکشید، خودتون بررسی بکنید و گرامر رو هم اگه فراموش کردین، چون تعدادش زیاد بود و کاربردش زیاد بود، طبیعتاً بهتره که یه بار دیگه مرور کنید. تا اگه اینجای کار اومدید، هر رنگی دوست دارید یه قلب بذارید، ویدیو رو لایک کنید و مراقب خودتون باشید. خوشحالن گوش میگذره.